و گواهی میدهم که پدرم به یقین بنده خداوند است و فرستاده اوست. پیش از آن که او را بیافریند انتخابش نمود و پیش از آن که او را برانگیزد برگزید و پیش از آن که برگزیند نامش نهاد. زمان چنین گزینشی آنگاه بود که آفریدگان در تاریکی غیب پنهان و پوشیده و در پس پرده هراسناک نیستی آرامیده بودند و با نبود و عدم فاصله چندانی نداشتند. چنین انتخابی بدان سبب بود که خداوند والا مرتبه به سرانجام امور آگاهی کامل دارد و بر حوادث روزگار مسلط و چیره است و هنگامه سرنوشت را می داند. خداوند او را برانگیخت زیرا می خواست تا امر خیش به اتمام رساند و عزمش بران بود تا فرمانش به امضای نهایی برسد و می خواست تا سرنوشت های حتمی به اجرا درآید. پس پیامبر به امتها نگریست که چگونه در دین خود فرقه فرقه شدند و به آتشهایی که خود افروختند مبتلایند. بت‌های خیش را می پرستند و خدا را با آن که می شناسند انکار می کنند. آنگاه خداوند به برکت وجود پدرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم تاریکی ها را روشنی بخشید و دلها را از سردرگمی و تحیر نجات داد و از دیدگان پرده های جهل را کنار زد و از جانها سرگردانی و حیرت را زدود و بدین سان در میان مردمان به هدایت و راهنمایی برخاست و انسان را از گمراهی رهانید و از کوردلی به بینش و بصیرت کشانید و به دینی استوار رهنمون شد و به راهی مستقیم فراخواند. سپس زمانی رسید که خداوند قدرتمند و بلند مرتبه روحش را در بر گرفت، قبض روحی که با مهربانی و رحمت و نیکی همراه بود. او میخواست تا محمد بیش از این رنجور این جهان نماند و سنگینی و سختی را از دوشش بردارد و به جای آن او را در احاطه فرشتگان نیک قرار دهد و رضایت پروردگار بخشایشگر را شامل حالش نماید و همجواری پادشاه مقتدر را نصیبش سازد. درود خدا بر پدرم که پیام آورش و امانتدار وحیش و برگزیدهش بود و از میان آفریدگان انتخابش کرده و مورد خوشنودیش بود. پس درود و سلام و رحمت و سعادت های خداوندی نثارش باد. صلوا علیک یا مالکت السما یا بدعت الرسول سیدت النساء. در سقیفه زنی ساعده اسلامی تولید شد که برای خدا تجسم قائل بود و حضرت زهرا سلام الله علیها یکی یکی این گزینه‌های باطل یا کج‌فهمی دین رو نفی میکنه. یعنی هر جمله‌ای که فاطمه زهرا در این خطبه میگه جمله مرتبط با آفتهایی که گریبانگیر جامعه اسلامی در روزهای نخست پس از رحلت پیامبر شد. اون تفکرات نفاق‌آلودی که تا رحلت پیغمبر مستور بود در لایه‌های زیرین جامعه پنهان بود و بعد از رحلت پیغمبر پرده‌ها کنار زده شد و اینها همه در سقیفه بنی ساعده جوشیدند. یک تفکر مرضی در قالب تفکرات دینی در جوامع اسلامی شکل گرفت که ما بهش میگیم تفکر سلفی یا اصطلاحاً سلفی‌گری. محور اساسی تفکر سلفی این بود که ما باید اسلام اصیل رو برگردیم به نقطه اول، یعنی از پیغمبر و دو خلیفه بگیریم. هر چی که به این اسلام بعد از زمان خلیفه دوم اضافه شده باید همه رو بریزیم دور. اینا همه حشو و زوائد دینه. فاطمه زهرا سلام الله علیها این تفکرات ناشی از بدفهمی و کج‌فهمی های عمدی و سهمی از اسلام رو نفی میکنه. فاطمه زهرا بدفهمی و کج‌فهمی های عمدی و سهمی از اسلام رو نفی میکنه. ولذا هیچ کلمه‌ای در این خطبه
کلمه نامرتبط با حوادث اون زمان نبود. این جملات حضرت صدیق سلام الله علیها اون در حقیقت عناصر اصلی و اساسی معرفت صحیح خدا که شرط لازمه برای برقراری رابطه صحیح با خدا رو بیان میکنه. اصل دوم از اصول دین ما نبوت است. شرایط بعثت پیامبر اسلام رو حضرت زهرا بیان میکنه که پیغمبر مبعوث شد و چه دید؟ فرع الامم فرقا فی ادیانها، مردمی رو دید، ملتهایی رو دید که گروه گروه و دست دسته به دینهای گوناگون مشغول سرگرمند و خداوند همه ابهامها رو با پیغمبر و رسالت او از دلها زدود و بعثت پیامبر خاتم دفتر رسالت انبیای الهی رو بست. یه جورایی انگار این دفتر رو خدا امضا کرد، بعد فقط خدا از او به اجازه و اختیارش ازش قبض روح کرد و پیغمبر خدا از سختی های این سرای پر زحمت و پر سختی راحت شد. خود اینجا بازی علامت سوال بزرگه. اگر اعتقاد فاطمه زهرا سلام الله علیها اینه که پدرش از رنج دنیا راحت شد، این همه گریه، این همه اقامت در بیت الاحزان بقیع که دیگه مردم مدینه میان سراغ علی بن ابی طالب میگن این گریه های فاطمه داره ما رو آزار میده، به او بگو یا روز گریه کنه شب آروم بشه، یا شب گریه کنه روز آروم باشه، به او بگو یا روز گریه کنه شب آروم بشه، یا شب گریه کنه روز آروم باشه. الله اکبر که دختر پیغمبر از اشک به عنوان یک سلاح بسیار کارآمد برای رسوایی سقیفه استفاده کرد. گریه فاطمه گریه از دست دادن پدر نبود، گریه خطری بود که تمامیت اسلام رو تهدید میکرد. وگرنه نگاه او اینه که خب پدرم از رنج دنیا راحت شد، این آدم نباید انقدر گریه و زاری کنه. گریه فاطمه گریه بر پیامی بود که میرفت تا در سقیفه دفن بشه. اگر جهاد فاطمه نبود، بی قرار فاطمیه اومدت را باز دوباره. ای مهاجر و انصار، این رسمش نبود، پدرم رسول خدا این طور شما را به رعایت حق ما سفارش کرده بود. پدک را بخوان و بدان که این خطبه نشانه ایست برای آنان که یادی امام غایب خیش را انتظار می کشند.